گروه طالبان میگوید 85 درصد از سرزمین افغانستان را در کنترل خود گرفته و در همین حال اشرف غنی رئیس جمهوری آن کشور امروز خواستار مذاکره با طالبان شده است. در حالی که پاکستان خود را برای پذیرایی از پناهجویان افغان آماده می کند، فرمانده نیروهای ارتش در شمال شرق ایران میگوید هیچ مشکلی در امنیت مرزهای ایران وجود ندارد. گزارش از هوشمند میرفخرایی در این باره. ولایت خست در جنوب افغانستان و نزدیک مرز با پاکستان قرار دارد و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه پس از افتتاح فرودگاه بین‌المللی خست خطاب به طالبان گفت: آیا شریعت خدا را میپذیرید؟ من به طالبان میگویم بیایید مذاکره کنیم، اما آنها میگویند ما با آمریکا مذاکره کردیم. آقای غنی همچنین طالبان را مسئول طولانی شدن جنگ خواند و گفت: باید از آنها پرسیده شود که برای چه کسانی می جنگند؟ از مرگ افغانها چه کسانی سود می برند و به دستور چه کسی خانه ها و پل ها را ویران می کنید؟ سوی دیگر، ایالت بلوچستان پاکستان که پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان در 14 دهه پیش صدها هزار پناهنده افغان را در خود جای داده بود، بار دیگر برای پذیرش شمار زیادی از پناهجویان آماده می شود. هنوز که نیامده اند، اما هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد. پناهجویان می توانند وارد شوند و ما هم خود را برای پذیرایی از آنها آماده کرده ایم. پاکستان دو گذرگاه مرزی با افغانستان دارد، اما به منظور جلوگیری از اشاعه ویروس کرونا گذرگاه ترکمن را مسدود کرده و آقای لگبه می گوید در صورت نیاز می توانند اردوگاهی برای پناهندگان افغان و اردوگاه جداگانه‌ای برای مبتلایان به کرونا احداث کنند. در همین حال، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد در صورت وخامت اوضاع در مرز تاجیکستان و افغانستان، مسکو از متحد خود تاجیکستان دفاع خواهد کرد. سرتیپ دوم رضا آذریان، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی در منطقه شمال شرق ایران هم گفت در حال حاضر شرایط حاکم بر افغانستان نامناسب است، اما تمام مرزهای شرقی و مشترک ایران و افغانستان در امنیت کامل است.